در آستانه موج دوم ویروس کرونا، بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان پروژه اضطراری کشاورزی و مسئولیت غذایی را در کشور تمویل کرده است. کاهش فقر و ایجاد زمینه کار به باشنده های کشور به ویژه در روستاها هدف مهم این پروژه شمرده می شود. پروژه جدید 180 کانال آبیاری را بازسازی می کند تا 85,000 هکتار زمین در سراسر کشور زیر کشت قرار گیرد. در 2 سال آینده 30,000 تخم اصلاح شده به دسترس 600,000 کشاورز قرار خواهد گرفت. تخمین می شود که با توزیع تخم های اصلاح شده میزان تولید گندم 15% افزایش یابد. وزارت زراعت و بیوری و مالداری می گوید که بانوانی که در اقتصاد خانواده نقش دارند نیز از این پروژه بهره مند خواهند شد. غنم و پساحه که شروع به اصلاح سوی تخم میکیگی چه سک کال بطوال لزر اتانا پا زارعین و ویشل کیگی او بل کال با راتون که کال که با شپال لزر اتانا چه مجموعان دیر زر اتانا سی اصلاح سوی تخم ویشل کیگی. هدف دیدی ازدیاد دا ازدیاد حاصل یو هکتار ازمکی دنده دی. توزیع ابزارهای کشاورزی، ارتقای ظرفیت، ساخت کشمشخانه ها و سردخانه های کوچک نیز از بودجه این پروژه ساخته خواهد شد. در این پروژه با اعمار ذخایر آب، چکدام ها نیز توجه می گردد که نه تنها از سیلاب ها جلوگیری شود بلکه فواید زیاد محیط زیستی را نیز دارد که از آن طریق آبهای زیرزمینی تغذیه می گردد. 56% مردم افغانستان در بخش کشاورزی مصروف کارند و سالانه افغانستان 5,100,000 تن گندم تولید می کند و 1,5,000,000 تن دیگر از بیرون وارد کشور می شود و انتظار می رود میزان تولید گندم با عملی شدن پروژه جدید بانک جهانی افزایش یابد.